منچینیل که با نام سیبچه مرگ هم شناخته میشه یکی از خطرناکترین درختان روی کره زمینه. تمامی اجزای این درخت و میوه سیب مانند اون دارای زهرهای گوناگونی هستند و هر فردی که با اون تماس داشته باشه در معرض خطرات جدی قرار میگیره. این گیاه گرم سیری بومی جنوب فلوریدا، کارائیب و آمریکای مرکزی است. بد نیست اشاره کنیم که نام منچینیل به عنوان خطرناکترین درخت جهان در کتاب رکوردهای گینس هم ثبت شده. در بسیاری از موارد اعلانیه ها و تابلوهای خطر و اخطار نصب میشه تا کسانی که با این گیاه آشنایی ندارن از هر نوع آسیبی در امان بمونن. میوه این درخت از باقی بخش های اون خطرناکتره، به طوری که به اون سیبچه مرگ لقب دادند. این میوه که شبیه به یک سیب کوچیک با قطر 2.5 تا 5 سانتی متر بوی بسیار شیرینی داره و تنها یک گاز از اون میتونه فرد رو به کام مرگ فرو ببره. رادیولوژیستی به نام نیکولا استریکلند در مقاله‌ای در مجله پزشکی بریتیش مدیکال در سال 2000 در مورد تجربه خوردن این میوه اینطور توضیح داده بود: من به همراه یکی از دوستانم از این میوه یک گاز زدیم و باید بگویم که طعم بسیار شیرینی داشت، اما بعد از چند لحظه طعم تند و سوزنده‌ای در دهان خود حس کردیم که بی‌وقفه زیاد می‌شد. مدام حسی از سوزش و فشار گلو به ما منتقل می‌کرد. اینطور احساس می‌شد که در حال خفه شدن هستیم. این نشانه ها 2 ساعت بعد شدت بیشتری پیدا کردند، به طوری که دیگر نمیتوانستیم غذای جامدی را قورت بدهیم، زیرا یک درد غیر قابل تحمل را در گلوی خود احساس میکردیم. گفته میشود که این سیب سمی فقط بخشی از خطرات این درخت را تشکیل میدهد. به گزارش انجمن غذا و داروی فلوریدا، تماس یا خوردن هر بخش از این درخت از پوست، برگ، شیره ی گیاه میتونه به مرگ فرد منتهی بشه. به زبانی ساده تر می توان گفت این درخت منبعی از سموم گوناگون از جمله هیپومانین آ و ب است. در شیره سفید رنگ آن هم ماده فوربول، فیزوستیگمین و چند زهر سوزش آور دیگر وجود دارد که هنوز به درستی شناخته نشدند. از نشانه های تماس زهرهای این درخت با بدن انسان می توان به خارش، سردرد، ورم پوست، مشکلات تنفسی شدید و کوری دردناک موقتی اشاره کرد. نکته عجیب دیگر در مورد این درخت این است که توصیه می شود به هیچ عنوان شاخه های آن را قطع نکنیم و نسوزانیم، زیرا دود و خاکستر آن هم موجب سوزش پوست، چشم ها و ریه می شود. بعد از خوردن سیبچه مرگ فرد دچار معده درد، استفراغ، تهوع خونی و دردهای گوارشی می شود. اگر فرد بعد از خوردن این میوه شیرین جانش را از دست ندهد، بعد از تجربه کردن مشکلات موقتی یاد شده امکان دارد به سرطان و تومورهای خوشخیم مبتلا شود. اولین قربانی این درخت کاوشگر اسپانیایی به نام خان پونسه دی لئون ای فیگوروا بود که به دنبال سرچشمه جوانی یک هیئت اکتشافی به فلوریدا گسیل کرده بود. وی در سال 1512 میلادی هنگامی که وارد فلوریدا شد، توسط تیری که با شیره درخت مورد بحث زهرآگین شده بود به دست سرخپوستان آن منطقه زخمی و کشته شد. با تمامی این تفاسیر، این درخت ساقه های بسیار قوی و مستحکمی دارد و به همین خاطر اهالی کارائیب از آن در نجاری و مبلمان سازی استفاده می کنند. آنها با در نظر گرفتن مراتب احتیاط درخت را بریده و آن را زیر نور خورشید خشک می کنند تا زهرش تبخیر شده و از بین برود. همچنین بد نیست اشاره کنیم که این درخت برای گونه های از پرندگان و حیوانات هم زهرآگین و خطرناکه. اما انواعی از حیوانات مثل نوعی ایگوانای راه راه هم در برابر سم این درخت مصون بوده و حتی میوه اون رو می خوره و هیچ مشکلی هم براش پیش نمیاد. با اینکه این درخت به اندازه شوکران یا پیچک سمی بدنام نیست، اما بعضی از مضرات و خطرات اونها رو داره که شاید برای عموم چندان شناخته شده نباشه. برای همین مسائله که مردم این گیاه رو به حال خودش رها کردند. البته لازم به اشاره است که سیبچه مرگ مزایایی هم برای محیط زیست داره. این گیاه به دلیل ارتفاع زیاد و استحکام بالا یک بادشکن قوی به شمار میره و از فرسایش ساحلی پیشگیری میکنه. همچنین دیوار محکمی در برابر طوفان‌های دریایی است و از بالا آمدن آب دریا هم پیشگیری می‌کنه. در واقع باید گفت که منچینیل یک ضد سم قوی در برابر نیش عقرب و دردهای ناشی از حلزون‌های مخروطی هم به شمار میره. بسیار خوب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه هم با ما همراه بودید. حتما نظراتتون رو برای ما کامنت کنید.
در آخر هم اگر از دیدن این برنامه لذت بردید و با دوستاتون به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید برای دیدن برنامه‌های جدید ما این صفحه رو دنبال کنید.